بیستونون سال است که در روز 23 فوریه مردم تاجیک روز هرتیشن بلی را همچون سپری با اعتماد وطن ارج گذاری میکنند. جهتی در سطح اوموی و سیاسی تجلیل نمودن انسانای فرخنده در اساس نقشه چوربینی های مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با ابتکار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت برگزاری مسابقه های ورزشی ارائه کار آورده شدند. مسابقه های ورزشی از نمود تورنیکشی، دستخوبانی، وزنبرداری، بندکشی و دیگر نمودی ورزش در قسم نظامی 011-23 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر خورخ دایر گردید. از رفت مسابقه ها معاون رئیس ولایت امیدجان ناصرزاده دیدن به عمل آورد. در مسابقه های ورزشی هیئت شخصی، سربازان و افسران قسم های نظامی مستقر در شهر خورخ و دیگر کارمندان نظامی شرکت ورزیدند. معاون رئیس ولایت از برگزاری چنین بازی های ورزشی اظهار قناعتمندی نموده با دست در کورونی آن سپاس بیان نمود. غالبانی سبقت از روی نتیجه های نهایی از جانب تشکیل کنندگان با مدال ها و مکافات های پولی و مالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت قدردانی می گردند. امروز طبق سپارش محترم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در قسم نظامی 011-23 مسابقه های ورزشی از نمود دستخوبانی، تورنیکشی، بندکشی دور کرده شده استودند که کارمندان قسم های نظامی و کارمندان حفظ حقوق در این مسابقه اشتراک فعالانه نموده استودند. چه خیلی که شما مشاهده نموده استودید مسابقه با یک شکوه و شامت خوزه دوام دارد و غالبان این مسابقه از طرف مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، از طرف ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت مختار کوهستان بدخشان با تحفه ها قدردانی کرده می شوند و این چوربینی بخشیده به 29 سالگرد تاسیسیابی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. برگزاری چوربینی های ورزشی در دایره نقشه چوربینی ها تا 23 فوریه ادامه خواهند یافت. بیشک چنین سبقت ها در خاطره حامیان وطن نقش بسته برای آمادگی سربازان و افسران به ادای خدمت در سطح بلند مساعدت می کند. امروز در قسم حربی 011-23 بخشیده به روز 29 سالگرد روز قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان چوربینی های ورزشی دایر گرده ایستاده است که سربازان قسم حربی فعالانه اشتراک کرده ایستاده اند. روزهای به شمار مانده است که مردم تاجیکستان 29 سالگرد قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان را جشن می گیرند. از فرصت مناسب استفاده برده کل مردم تاجیکستان را خصوصا و همه خدمتچین حربی را بخشیده به روز 29 سالگرد قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد گفته خواهانیان هستم که بگذار در جمهوری تاجیکستان ما هم وقت صلح و ثبات و آرامی باشد و خدمتچان حربی و سربلندانه خدمت را پیش برد. برگزاری چنین مسابقه های ورزشی با افتخار روز ارتش ملی ادامه یافته. در روز تجلیل 29 سالگی غالبان با مکافات های ارزنده قدردانی خوان گشت. صدر ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات ولایت منور شکربیکوف ضمن برآمد خود قید کرد که ریاست بهره به تنظیم در آوردن حرکت وسایل نقلیات مسافربری شهری در همکاری با کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان و پراکوراتوری ولایتی کارمندان مقامات شهری و ناحیوی صد مرتبه ریدهای نظارتی گذراند. برای نداشتن اجازت نامه و رعایت نکردن شرط و طلبات های اجازت نامه دهی نسبت 784 نفر شخصان حقوقی و صاحب کاران انفرادی پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری مرتب گردیده کارها اوید به حقوق ویرانکنی ماموری قبول کرده شدند. در رفت نشست صدر مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت دلیل مکرم شویف گفت که سال 2021 طبق نقشه در 4 انشاءات تعمیر اساسی به مبلغ زیاده از 535 هزار سومانی پیش بینی شده. از ماه ایول کارهای ساختمانی در انشاءات تعمیر جاری راههای اتومبیلگرد حدود شهر خورخ، اسفالت پوش نمودن راه مفزه شیچ، ساختمان انشاءات زید ترموی مفزه زیور داش اجرا گردیدند. همچنین ساختمان اودا پول نقلیات گذر در ناحیه های درواز، ونج، روشان و مرخوب ادامه دارند. در فردیوم نشست به سوال های خبرنگاران پاسخ گردانده شد.
حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد سوای کشاورزی مخصوصا چارواداری توجه مخصوص روانه نموده با مقصد زیاد نمودن سرشمار قطاس در سراسر مملکت تدبیرهای مشخص اندیشیده استاد است. چراگاه‌های بلنکوی نایه مرغوب در 540 هزار گکتار دامن گستردند که قسمت زیادی آنها دارای اقلیم خنک و خشک میباشند. قطاس که به خنکی‌ها تا باور بوده تا بلندی‌های 3.5 هزار متر از سطح بر سکونت کرده میتواند در این مکان‌ها زیاد پرورش می‌شود. ساکنان نایه بلنکوی مرغوب امکانیت دارند سال سال شماره قطاس پروری را در ناحیه زیاد نمایند. عین زمان سرشمار قطاس در ناحیه به 19600 سر آورده شد که این رقم نسبت سالهای 2018 600 سر زیاد می باشد. قطاس پروری که سوی اساسی رشد اقتصادیات نوای مرغوب می باشد. زیرا قطاس ایوان است که برای سوده چراگاه بلنکو از جمله بلنکوی آلپی موفق می باشد. در حدود نوای مرغوب زیاده از 40,000 گکتار چراگاه‌هایی موجودند که در بلندی ها 3,000 و از آن بلندتر جایگیر بودند. فقط قطاس می تواند آن را به طور ثمرناک و در تمام موسم استفاده برد. قطاس در شرایط نوای مرغوب برای اصراف ساکنان برای استحصال گوشت، برای استحصال شیر و از پشم آن برای تشکیل نمودن هر گونه موادهای پوشوکان از جمله جلو و دیگر مواد استنامت و دیگر مواد استفاده کرده می شود. قطاس پروری یکی از سوهای کم خرج و سیر درآمد در جمهوری تاجیکستان به حساب رفته بیشتر در حدود پامیر شرقی سکونت می نمایند و پرورش این حیوان نادر در شرایط اقلیم دشتهای بلنکوی پامیر شرقی به مقصد موافق می باشد. این است که سال روان با پرورش بابرار این حیوان نادر در ناحیه 2230 تن گوشت استحصال گردیده است که این نسبت سال 2018 به 108 تن زیادتر می باشد. از روی اطلاع مسئولین ساحه در ناحیه از حساب استحصال محصولات از قطاس تیار کننده از جمله فروش گوشت و شیر درآمدناکی سوای قطاس پروری نزدیک 69 میلیون سومانی را تشکیل داده است که وسیله مهم رشد اقتصادیات ناحیه مرغوب دانسته می شود. در حدود نویا در حوزه بهولت وزرا در همه کاتگوری خوجیده و زیاده از 19600 سر قطاس مبابینی کرده شده استوده است که نسبت سال 2018 به 600 سر زیاد می باشد. در این دوران برای در این دوره با اولت یکم یزبار سال 2022 2230 تن گوشت استحصال کرده شد که این نسبت سال 2018 با 108 تن زیادتر می باشد. در آمدناکی سوای قطاس پروری با اولت امروزه از سوب گوشت و شیر قطاس قریب 69 با مقدار 69 میلیون سومانی با خرو محصولات را استحصال کردند که این هم نسبت سال پیش به 10 میلیون سومانی زیاد می باشد. در اصل قطاس پروری سالهای آخر در ناحیه مرغوب را به ترقی نهاده، نه تنها محصولات این سوای چارواداری در بازارهای قلمرو ولایت به فروش برآورده می شوند، بلکه در جمهوری نیز به فروش برآورده می شود. همساله با سپارش ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و سپارش رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختاری کوهستان بدخشان با مقصد به پورگی جلب نمودن واسطه‌های نقلیات به معاینه حتمی دولتی تکنیکی و به پورگی جمع نمودن انداز از صاحبان واسطه‌های نقلیات در قلمرو جمهوری و شهر و نایه‌های ولایت‌ها مطابق نقشه چوربینی‌های مقصدناک با نام شرطی نظارت عملیات معاینه تکنیکی گذرانیده می‌شود. هدف اساسی گذراندن واسطه‌های نقلیات از معاینه حتمی دولتی تکنیکی این سری وقت برطرف کردن کمبودی و نورسایی های تکنیکی و واسطه های نقلیات بوده برای پیشگیری صدمه های راه روانه گردیده است. از این لحاظ شعبه بازرسی دولتی اوتوموبیلی در ولایت مختاری کوهستان بدخشان به سهم تمام رانندگان واسطه های نقلیات می رساند که واسطه های نقلیات را از معاینه حتمی دولتی تکنیکی سری وقت گذرانند. در عمل تطبیق نمودن طلبات قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 10 آگوست سال 2010 تحت رقم 390 در برای تصدیق ترتیب تشکیل و گذراندن معاینه حتمی دولت تکنیکی واسطه های نقلیاتی و یدک های اونها که در حرکت در راه های جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند و بحر بلان برداشتن جلب واسطه های نقلیات با معاینه حتمی دولتی تکنیکی و سنجش واسطه های نقلیات با طلبات قاعده مقرر شده پرداخت انداز از صاحبان واسطه های نقلیات در اداره و کارخانه ها در شهر خارق معاینه حتمی دولتی تکنیکی گذرانده می شود.
همه رانندگان استوای نقلیات طلب کرده می شود که استوای نقلیات خود را از در سراغه شهر خوراق کوچه شیرینچو شهتمر در مرکز تشخیصی از معاینه حدمی دولت تکنیکی سری وقت گذرانند. باید گفت که در خود مرکز تشخیص تکنیکی خدمت رسانی های بازرسی دولتی اتومبیلی، باج دولتی، سقورتای واسطه های نقلیات، تشخیص تجهیزات های گازی، معاینه طبی صاحبان واسطه های نقلیات براه مانده شده است. انگام گذراندن واسطه های نقلیات از تجهیزات های موثر تکنیکی از قبیل سنجش حالت زهرناکی پرتاف های اتومبیل ها، تجهیزات روشنای سنجی، تجهیزات سنجش نوسازی های چنبرک اتوماشینا و تجهیزات برای سنجش تمام قسم های احتیاطی واسطه های نقلیات مجهز کرده شده است. در صورت از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی آشکار شدن قاعده ویران کنی در سمت نگذراندن اتوماشینا ها از معاینه تکنیکی نسبت رانندگان مطابق طلبات قانون های عمل کننده بازرسی دولتی اتومبیلی پروتکل های حقوق ویران کنی های ماموری ترتیب داده شده جریمه ستانیده می شود. در دوران صاحب استقلالی بنیاد معارف ملی و وارد گردیدن به فضای تحصیلات بین‌المللی را هدف مهمترین و سمت افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار گرفت. بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخوری نسبت به معارف سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن می‌باشد. این است که حکومت مملکت اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان نسل نوروز به آموختن علم و دانش جلب نموده، بهره دستگیری خوانندگان بهترین ادرار دیرو روحاندوزی نمود. تمارا دلاشوی و خواننده سینف هشتم مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقم 6 به نام نوسیر خسرو شهر خوراق از زمره خوانندگان می باشد که امروز دسترسی به این ادرار پیدا نموده است. تمارا دلاشوی و از زبان خوردی توجه بی اندازه نسبت فنهای دقیق یعنی ریاضی و بعدن فیزیکا داشت. هدایت های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد از خودکنی فنهای دقیق این طالب علم رو روح بلند نموده بهره رسیدن به هدف های نهایی زمینه با اعتماد گذاشت. شفق و رغبت من بیشتر به فنهای دقیق یعنی الگبرا، گیومتری، زبان، ادبیات و انفرماتیکا و باز بیولوژی می باشد. من در المپیاد اسلانی بیولوژی اشتراک نموده در سطح شهری سزاوار جای اول گشتم. یعنی من بیشتر شفق و رغبت به فنهای دقیق دارم. تمارا دلاشوی و در هر یک درس نو و بسته از اون که رویه گومانیتری یا این که از روی فنهای دقیق صورت گرفته باشد فعالیت گسترده داشته با ذهن تیز و قابلیت بلند تحلیلش میان دیگر همسنفان موقع خاص دارد. تمارا یکی از خواننده بهترین مکتب به حساب می رود. وی با دانش حال و اخلاق نمونوی خوانده استاد است. و غیر از این وی در آزمون های شهری، در آزمون های ولایتی اشتراک میکند. از اون جمله در آزمون فروز بدانای کتاب است. در المپیاد از فن بیولوژی اشتراکات جایهای نمایان سزاوار گردید. امروز تمارا دولاشویوا از صاحبیت به ادرار پرزیدنتی قایل نگردیده بر شرکت بابرو در آزمون های سطح شهری و ولایتی و بعدا سطح جمهوری آمادگی کامل دیده ایستاده است. در این راستا خواننده را ماموریت مکتب خاصه آموزگاران دستگیری نموده اطمینان دارند که دست پرورشان به قله های نوی دانش اندوزی شرفی آب خواهد گشت.